سلیمان لایق از چهره‌های سیاسی و فرهنگی کشور بود و از بنیانگذار حزب دموکراتیک خلق افغانستان و از جمله شاعران نامدار کشور به شمار می رفت. آقای لایق در یک حمله انتحاری در سال گذشته چند زخم برداشت و تا زمان مرگ زیر تداوی قرار داشت و در روز پیش در بیمارستان در آلمان درگذشت و روز دوشنبه پیکر وی به منظور خاکسپاری به کابل منتقل شد. حداقل نیم قرن پخوا هم د افغانستان د پښتو او دری د اول درجه شاعر و دا ډیر استثنایي مقام دی چې یو څوک دی تر خپل وفات نیمه پیړۍ لمخه هم نه یوازې د هیواد د یوې ژبې بلکې د دواړو ژبو لوی شاعر دی. سلیمان لایق د افغانستان له سترو فرهنګي شخصیتونو څخه و. هغه په خپل وخت کې د یو نوي فکر مؤجد و د یو نوي فکر لرون کې او په خپل شعر کې په خپل آثار او کې په خپل نثر کې. نزدیکان آقای لایق میگویند که وی پست های کلیدی را در حزب دموکراتیک خلق افغانستان از جمله عضو هیئت مؤسسان، عضو دفتر کمیته مرکزی حزب، معاون حزبی دکتر نجیب الله، همچنان وزیر اقوام و قبایل و رئیس اکادمی علوم افغانستان کار کرده بود. در عرصه شعر و شاعری در سطح منطقه نظیر نداشتند و امروز شعر پشتو و شعر دری هر دو از نبودشان متاثر هستند. سلیمان لایق متولد 1309 خورشیدی در ولایت پکتیا است و به عمر 90 سالگی درگذشت. قرار است روز سه شنبه پیکر آقای لایق به خاک سپرده شود.